اوج درماندگی و محرومیت مردمان بامیان دکتران بدون مرز در گزارش تازه خود میگوید که بیش از چهل درصد تازه مادران بامیانی سال گذشته نوزاد خود را بدون کمک حرفه‌ای به دنیا آوردند سلام بر شما اول جون 2023 ملادی و 11 همه جوزای 1402 هجری شمسی است مناطق هزارانشین همواره دچار محرومیت های بی سابقه بود است محرومیت هایی که هرگز تمامی نداشته و هر حکومتی که آمده است سرنوشت این مردمان همان بود که است با تازگی سازمان دکتران بدون مرز با نشر گزارش گفته است که تخمین زده می شود در سال گذشته میلادی بیش از چهل درصد تازه مادران در ولایت بامیان بدون کمک های حرفه نوزاد خود را در خانه به دنیا آورده باشند خبر تکان دهنده ای که احتمال آن وجود دارد بسیاری مادران جان خود را از دست بدهد سازمان دکتران بدون مرز روز چهارشنبه دهم جوزا در مورد وضعیت خدمات صحی در ولایت بامیان گزارش نشر کرد در گزارش این سازمان همچنان آمده است که در سال جاری میلادی هشت مرکز صحی در بامیان ولایتی که 90 درصد زمینهای آن کوهستانی می باشد را افتتاح کرده است در گزارش آمده است که زنان افغانستان به دلیل های جنسیتی در آزادی رفت آمد و توانایی آنها برای کار و تحصیل تحت حاکمیت طالبان موانع بزرگی برای دسترسی به مراقبت دارد دکتران بدون مرز افزوده است که روستاهای بامیان به خدمات صحی و بهداشتی لازم دسترسی ندارند در این گزارش همچنان تذکر داده شده است که پس از روی کار آمدن طالبان و مسدود شدن دارایی های افغانستان توسط آمریکا فشار به طور پیوسته بر روی یک سیستم صحی عمومی کم حجم وارد شده است و دسترسی مردم به مراقبت صحی را به طور فزاینده دشوار می طبق گزارش این سازمان تاکنون بیش از 1200 مشاور پیش از تولد و پس از زایمان 3400 مشاور کودک در رسته های این ولایت استخدام کرده و بیش از 2000 کودک را از نگاه سوی تغذیه بررسی کرده و 75 بیمار را برای درمان مسائل پیچیده صحی به شفاخانه ولایت بامیان ارجا داده است. دکتران بیدانی مرز تصریح کرده است که بامیان محل زندگی هزاره قومی که از لحاظ تاریخی رانده شدند و در رسته های مردم بدون دسترسی به خدمات صحی و بهداشتی اولیه زندگی می کنن. این در حال است که بر بنیاد گزارش ها پس از سلطه طالبان بر افغانستان سیستم صحی کشور تا حدود زیاد دچار مشکلات شده است. بسیاری از دکتران ورزده افغانستان را ترک و به کشورهای دیگر پناهنده شدند و شمار زیادی از زنان به صورت کامل خانه شدند. در مناطق هزارانشین هرچند که مردم از توان خود به مراتب بالاتر مالیه به گروه طالبان تحت نام عشر پرداخت می کند اما به خدمات صحی و بازسازی دسترسی بسیار اندک دارد با توجه به رفتار طالبان در دو سال گذشته بسیاری کارشناسان به این باور است که این گروه رفتار ازامیز با هزارها و شیعیان در افغانستان دارد